السلام علیکم، شام تمام شما عزیزان و دوست داشتنی های کمیل عزه مستطیل طلوع را میبینین. بخیر باشه. امید دارم در کانون گرم خانوادگیتان لحظات خوش بگذره و همچنان چرخش روزگار به میل دلتان به پیش بره. سراچه آغاز شد و ما فرهاد رامکی همچنان در خدمت شما هستم. روزهای نخست امارت اسلامی تعداد زیاد از جوانان به فکر رفتن از افغانستان بودند و تلاش به خرج می دادند که هرچی زودتر و عاجلتر افغانستان را ترک بکنند. در بخشهای مختلف جوانان ما همین سعی تلاششان بود. در هر منطقه و در هر کوچه و در هر سرک که می رفتی فقط یگانه مسئله را که یاد میکردن میفتن چطور میتونیم که از افغانستان خود بکشیم. اگر دکاندار بود، اگر نجار بود، اگر انجینیر بود، اگر دکتر بود و حتی اگر خبرنگار بود که متاسفانه تعداد از خبرنگارای خوب ما افغانستان ترک هم کردن. اما تعداد از جوانای بسیار عزیز و دوست داشتنی بودند که هنوز هم به فکر ماندن و کار کردن در افغانستان بودند. میخواستند که در افغانستان کار کنند. ما هم امشب چهره را میمان کردیم که از اولین مجریان بوده که برنامه های خبری و سیاسی را در طلوع نیوز پیش برد. بله دوستا، امشب مهمان ما جناب فرید محمدی، گوینده خبر و برنامه های سیاسی. بفرمایید جناب محمدی صاحب. بخیر بین، بخیر بین محمدی صاحب. در کرده بود که دلش نمیشه بیده. السلام علیکم، خوب استید؟ ساعت شما بخیر استید؟ بخیر استید؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید چی گپاست؟ قربانتان، خوب استید؟ خوب استید؟ روز روز بخیر استید؟ خوب استید؟ تشکر، زنده باشین. لمری سر که اجازه را که ایچه درنو هیوادوالو تا ستری مسی وایم، درنو هیوادوالو ستری مسی خدای دو که چطر دیشه بی پوری در طول و الهی آفتون و چخه پامان وی. بخیر باشین. در آغاز می خواهیم که بدانم در مورد شروع دوباره شما پس از سقوط جمهوریت و حاکم شدن امارت از جمع اولین مجریان بودین که آمدین به طلوع نیوز و خبر خوانده و برنامه های سیاسی را پیش بردید. بیاد داریم که هر لحظه که طلوع نیوز را سویچ میکردیم چهره شما را میدیم، چهره مبارک شما را میدیم. جوندی و سی رامکی صاحب، کله چه په افغانستان کې تحول راغی، پر هغه ورځ باندې نه پر دوهمه ورځ موږ دوه ورځې همکاران موجود وو. درېیمه ورځ باندې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستی، هر څوک په دې فکر و تفکر کې وو چې باید څنګه له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي. نو زموږ مشر قدرمن خبریال چې زه تل د مدیون یمه، ښاغلي لطفالله نجفي زاده سره اړیکه مو ونیوله او هغه راته وویل چې راځئ. نو زه د طبق معمول پر اساس باندې په دې فکر کې وم چې اوس به راځم، بیا به دا لس یولس بجو کې به زه راځم، قرارداد به یې، تړون به یې، ادا حساب به یې. سبایي په کور کې وم، د لمانځه څخه وروسته بیده ومه، بیده ومه چې د فریدون عظیمي زموږ یو پروډیوسر و سینیر پروډیوسر و چې هر ځای وي خوشحاله دی، د هغه زنګ راغی. نو ما خبرې ورسره پیل کړې، راته وایي چې تر اوسه پورې بیده یې. مال وو وی برنامه را کی پیش میبره؟ گفتم که عظیمی صاحب کدام برنامه، کدام چی؟ گفت قرار است امروز شما برنامه را پیش میبرده. عاجل خیستم و حرکت کردم. یک تحول آمده بود، با پیران تنبان آمدم، دریشی را در دست خود گرفتم آمدم. در دهلیز طلوع نیوز بودم، ساعت 10:15 دقیقا بیادم است، طلوع نیوز نشرات نداشت. طلوع نیوز نشرات زنده نداشت که خپلواک صافی سه مرا در دالیز دید، گفت تر اوسه پورې ولاړې؟ مال صافی صاحب څه وکړم؟ وایي عاجل دریشي واغونده چې نشرات نسته دي، نشرات نسته دي. رښتیا هم زړه یې غوښته، ځکه یو تغییر و، یو تحول و. هغه کوم فکر و تفکر چې موږ د اسلامي امارت د ځواکونو په اړه درلوده، هغه بیل و، هغه یو بیل فکر و. پر همدې اساس باندې دریشي مې واغوستله، له دې پرته چې څوک یا خبر ووایم یا بل. فقط راته پرینټ کړي و، عظیمي صاحب خبرونه راته پرینټ کړي و، زه هم د سټوډیو پر خوا ولاړم. په 10:30 باندې مو خپرونه پیل کړله، نشرات مو پیل کړل. نو دا هغه ورځ وه چې د طلوع نیوز ټولې خپرونې ما وچلولې، تودې خبرې، فراخبر،
خبرونه د و بجو ځانګړي مرکه می وکړله، یعنی د شپې تر 9 بجو 10 بجو پورې زه په دفتر کې وم، هیڅ خبرونه پاتې نه سوله. نو د شپږ بجو پریزنټر نه و، زه ځکه په دری باندې تابن پیو بل ژبه باندې چې ته پریزنټ کوي ستونزې لري. ما د دغې دپاره آمادګي نیوله چې باید زه د شپږ بجو خبر هم وایم. هغه کور یاباد وحید احمدی زموږ تکړه او پیاوړی خبریال، هغه په هماغه شیبو کې راورسېد، وایي بس خبرای ششه به میخوام. نو د شپږ بجو خبرونه ما فراخبره تیار برتان ثبت کردیم، فراخبر بېغم است. دغه ورځ و چې تبن یو زړهیې غوښته، یو فکری غوښته، یو تفکری غوښته چې ته ننوځې سټوډیو ته، دا چې څوک تا سره مخامخ کېږي. زه نوم ناخم، نوم یې ناخم، د اسلامي امارات د فرهنګي کمیسیون یو غړی و، زموږ سره بحث کې میلمه و. دا خاطره زما هیڅ وخت نه هېرېږي. عظیمی صاحب په ټاکبک کې راته وویل چې محمدی صاحب میمان دارین مال سمه ده، په سترګو راځي ده. نو لومړی مې یو کس ولید چې راغی، یو طرف ته ودرېده، وسله ورسره وه. بل نفر راغی، بل طرف ته ودرېده، بل نفر راغی، بل خو ټول یو اته کسان راننوتل مسله. نو دا زما فکر و تفکر دا و چې خدای نخواسته اوس به څه کېږي. هغه دی په غوږ کې راته وایي، وایي تر اوسه د ویلواله دی راغلی. د هغه څخه وروسته میلمه راننوته، ډېر دروند شخصیت و، ډېر ښه باسي راسره وکړ، ډېر د زړه ډاډ یې راکړ. نو هغه د رسنیو سره د موږ هغه ډار په هماغه ورځ ما ډار ورک سه. نور د هغې مصاحبې څخه وروسته ذاتي هغه ډار رانه ورک سه، او په عادي ډول باندې مو باز ته ادامه ورکړه. بسیار خوب. از چالش های زمان بگو بر ما جناب محمدی صاحب. از خانه تا دفتر، از دفتر تا خانه که می رفتید چی می دیدید در آ؟ دیر یو عجیب سوال دید، دیر یو عجیب مرحله و واقعیت پر افغانستان که یو نوی باب پرانیستل سوای و تبندی غیسر یو نوی فکر و یو نوی تفکر و یو نوی انظور موجود و پلاری باندې په اما قبرز باندې چې زه راغلم، ځکه پر کرایي موټرو کې راغلم، نور د دفتر موټر و، موږ په ځینو ځایو کې مینه ولیدله. صحیح؟ از طرف بلی د امارت اسلامي د ځواکونو له لورې، از طرف نیروی هغه کسانو چې موږ پیژندلو پر سکرین باندې لیدلی و، هغه ځینو کسانو موږ ته مینه راکوله. دا د لاس ګوتې سیري دغه هم په یو رقم باندې نه دي، ځینو کسانو بد رانه راتلل. ما بار بار دا خبره کړې ده چې په لومړي سر کې د دوی هغه د رسنیو هغه چې ټرودبه کسان یې اسلامي امارت مشرانو به شاید دا مسله او فکر نه و ورسره، چې ټرودبه کسانو د رسنیو د همکارانو سره هغه برخورد باندې دوی آګاهي نه درلوده، عامه پوهاوی نه درلوده، ځینو کسانو ته مشخوند نه ورکاوه، ځینو کسانو مصادقانه احترام کاوه. اما ځینې کسان داسې هم و چې موږ به یې ولیدلو لار به یې رانه چپوله. خو سوکه سوکه دا وضعیت آرام سه، دا وضعیت د تعامل طرف ته ولاړه. زه هغه سیاسي کلمه کاروم چې د تعامل طرف ته ولاړه. هغه ورځې تېرې سولې، خپرونې نور بیا زما یادېږي. په هغه ورځ باندې ما ورته وویل چې کله مسله کسان سټوډیو ته راننوتل، ما ورته وویل چې دا د پریزنټر پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي. دا هماغه کس د کور آباد و، له هغې وروسته به چې کله سټوډیو ته راته، هغه مسله کسان به د باندې درېدل، هغه به سټوډیو ته نه راننوتل. نو دا وضعیت و دا فضا نوره بیا آرامه سوله، ورځ په ورځ باندې هغه وضعیت و تغییر وکړ. بیا هم وایم ستونزې به وې، ګڼې ستونزې سره موږ متاسفانه مخامخ و په لومړیو سرونو کې، چې آرام په آرام باندې هغه حل شو. مثلا مشکل جدی که با او روبرو بودید و امروز از صدر رایتان برداشته شده، چی بوده جناب؟ یو مهمه مسئله پر هغه وخت کې لاسرسی و اطلاعاتو ته، چې موږ له ګڼې له جدي ستونزو سره مخامخ و، موږ د داسې ستونزو سره مخامخ و چې پر وخت باندې څوک نه حاضرېدل. زه غواړم په همدې باندې یوه خاطره یاده کړمه. د تحول لومړۍ ورځې وې، لومړۍ ورځې وې، زموږ خبریال زیارخان یاد د اسلامي امارت د ځواکونو سره دا چې څه مسله سوې وه، الله تعالی به پر هغه باندې آګاهي. دفتر ته راغی، راته ویې ویل، وایي زما څخه یې ټلیفون هم واخیستی، او پس یې ما سره شخه وکړله زما سره. نو پر همدې اساس باندې د اسلامي امارات د هغه وخت د فرهنګي کمیسیون غړی احمدالله وسیق صاحب سره نو تمه دا وه چې موږ ورسره یو ډیر کوچنی کلیپ واخو. کله چې دفتر ته ورغلو یو ځای و، موږ پر هغه ځای کې د مصاحبې لپاره، نو کله چې دی راغه، موږ د ځانګړې مرکې آمادګي نیولې وه.
زما د احساسات دومره په باندې غلبه کړې وه چې زه د هغه سړي سره ډېر توند ولاړم. ما ورته وویل چې دا څه کوي، دا څال دی، ولې یو خبریال وهي، ولې خبریال ډبوي. اما هغه سړی په ډېر په سړه سینه ځواب راکړ. وایي ما فکر دا و چې تاسو یوازې راځئ زما سره یو کلیپ اخلی، اما وایي محمدي صاحب ته خو جګ راسره کوي. ما ویل یا دغه وضعیت پر موږ باندې داسې تاثیر کړی و چې احساساتي کړي وو، فشار راباندې و. نو پر ډېر دا یو وضعیت متاسفانه و چې ورځ په ورځې باندې هغه مشکلات راکم شول. دا دي نن تقریبا ووایو هغه مشکلات ډېر کم شوي دي، صفر نه دي، تر اوسه هم متاسفانه ستونزې لرو. شکر کم شده ده، شکر کم شده. وقفه داریم عزیزان، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. جناب محمدی صاحب همچنان همراه ماست، شما هم جای دیگه نرین، سراچه رو ببینیم. خوش آمدید. بازم یک تشکری خاص و ویژه از اپی مصرف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین در خود تغییر احساس کنین و انرژی جادو کنه، اپی مصرف انرژی درینک فراموش نکنین. تشکر میکنیم ازشون. محمدی صاحب میشه حتما استفاده بتریکو بخیر باشین. سال پار با آقای انس اقانی یک مصاحبت داشتید که در او مصاحبت تعداد از دوستانم اشتراک داشتن. آقای اقانی مشخصا چیگونه بود؟ آیا بازادی بیان احترام داشت؟ سوالاتی که همراهشون مطرح کردین قبلا همراهشون شریک کردید، صادقانه بگید صادقانه. یا نه اون لحظه آنن سوال کردید؟ صادقانه در این بخش میخوایم صحبت کنم. یکی بعد از تحول بزرگترین برنامه مطبوعات افغانستان امی مناظره ما با جناب انس اقانی بود. یک زمانی بود که کس دلخوشی از این برنامه نداشت، چون که آقای لطف‌الله نجفی‌زاده بزرگ مطبوعات افغانستان این برنامه را پیش برده بود و شما میفهمین که با بزرگای حکمت پیشین چه نوع برنامه‌ای به پیش برده بودند. همگی به فکر و تفکر همان برنامه بود که فرید محمدی هیچ وقت جای آقای نجفی زاده را پوره کرده نمیتونه. این برنامه بسیار برنامه گرنگ بود، آدینسش تا بود، دوستای بسیار زیاد آمده بود و یک برنامه چلنجی بود. یک سال از حکمت دوباره امارت اسلامی افغانستان در کابل تیر شده بود. ما ششتم صادقانه میگم هیچ چیزی که ما برتان بسیار با وضاحت میتونم بگویم که برای من نگفت که شما از من سوال نکنید. دو سه مسئله در او وقت اگر یارتان باشه، مسئله ایمن الزواهری بود در کابل. برای من گفت که در این بخش بانین یک خواهش داشت که امی مسئله را بانین به سخنگویای امارت اسلامی که در این مورد جواب بده. از من نپرسین. دیگه صادقانه ما هیچ نوع خطوط قرمز در بین مصاحبه خود مناظره خود با هم نداشتیم و هیچ نوع سوال در کار نبود که یا ما برای زو بتیم یا او برای ما بتیم. تنها مسئله که من براتان بسیار واضحا گفتم او بود که از من خواهش کرد که اگر مسئله ایمن الزواهری را بانیم برای سخنگویای امارت اسلامی که او در مورد صحبت کنه، از من خواهش میکنم نپرسین. او هم زمان بود که به دفتر آمد، ما نشسته بودیم پیش از اینکه به طرف استودیو بیاییم. اخپلواک صافایسه سرپرست و رئیس آن وقت طلوع نیوز بود، در حضور از او برای من گفت، این موضوع را گفت، من آنچنانی که باید جواب بتم بانم کیره سخنگویای امارت اسلامی. یک گانه تفاهم امین صحبت بود، دیگه هیچ نوع تفاهم بین ما و آنها وجود نداشت. حتی اگر یارتان باشه من بعض از عکس‌ها رو برشان نشان دادم، خودشام تعجب کرد. من عکس زمان زندانی بودنش رو برشون نشان دادم، در این برنامه گفتم این عکس برای چی رو بیان میکنه، چی رو بیارت میاره. ما ادیانس داشتیم، مطلقا ادیانس ما خود مختار بود و هر نوع سوالی که میکرد انجام دادن و ما برش اجازه دادیم که سوالات خود انجام بده. چون آزادی بیان خوب است. یک چیز دیگه به یادم آمد، همین هفته روز مطبوعات افغانستان بود. بله بله، روز مطبوعات جهانی سوم می.
ما آزادی بیان قدر داریم و آزادی بیان بزرگترین دستاورد مردم افغانستان است. ما خوشبختانه در یه آخر یگانه دستاورد بزرگ برای ملت و همچنان جوانای ما و شما آوری آزادی بیان بود. جا دارد که برای تمام سنگردارای آزادی بیان، برای قهرمانان آزادی بیان، برای کسانی که پرچم آزادی بیان را تا بال هم در دست داره و به پیش میبره، این روز برشان تبریک بگویم و به امید از اینکه این روز در تاریخ افغانستان آنچنانی که ما و شما توقع داریم اما تو پایدار و مستحکم بمانه. بخیر باشین، تشکر. بله، روز دوشنبه سوم می روز جهانی آزادی بیان بود که ما از صمیم قلب برای تمام خانواده مطبوعات و تمام عزیزانی که در بخش مطبوعات کار کردن و میشه فقط هدفشان نگه داشتن آزادی بیان بوده مبارک میگم. بیاین که افتخار آزادی بیان یک سوال نگه داشته باشیم از جناب محمدی صاحب. متاسفانه در آغاز حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان تعداد از خبرنگاران ما شکنجه شدن، تعدادشان لت و کوب شد، تعدادشان بازداشت شد، بازداشتهایی که یک دو سه چهار روز نگهداری می شد در مکانهای نامعلوم دوباره رها می شدن. بعد از اینکه رها می شدن مطمئن یک تعداد صدایشان خاموش می شد و می رفتند و امروز هم متاسفانه نیستند در افغانستان. با این مسئله شما هم سر خوردید گاهی؟ مسئله که ما بعد از تغییر و تحول در افغانستان متاسفانه بازم بگم که با چالش های روبرو بودیم، با چالش های روبرو بودیم و تا بال هم باز باید یادآوری کنم با باز مشکلات روبرو هستیم. خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم که خوشبختانه باید به این بگویم که ما بسیار بزرگای خوب در طول نیوز داشتیم که من قلباً از پیشان سپاس میکنم. ما شاید چندین اشتباهات در برنامه خود داشته باشیم اما بزرگای ما بسیار با متانت از ما دفاع کردن، نماندن تا آخرین حد خود کوشش کردن که یک تعداد از خبرنگارا بره به جاهای نامعلومی که شما گفتین که در اونجا انتقال داده شوه یا بندی شوه یا شکنجه شوه. بزرگای ما خود اسپر کردن، بزرگای ما خود اسپر کردن و تا آخرین حد کوشش کردن که جلو این چنین واقعه ها را بگیره، اما بازم بعضی مشکلات وخیم و دردناک به وجود آمد که متاسفانه تمام ما را لرزه داد، ما را یک وضعیت ناخوشایند بود. امیدوارم که باز با چنین چیزای روبرو نشه. سلامت باشین. من جواب سوال خود را نگرفتم. آیا شما گاه شکنجه، لتکوب، زندانی شدن این مسائل را در حکومت امارت اسلامی تجربه کردید؟ نه خیر، شکنجه فیزیکی، زندان و یا امثال اون را ندیدیم، اما شاید توصیه، شاید به نظر بزرگای امارت یا به اساس صحبتهای بعضشان چیزهای شاید شنیده باشه. نگوین دیگه ما را چی که نمیخواین بگوین ما چی دیگه. ما کدام سارنوال خود نیستیم که تحقیق کنیم که باید بگوین. نگوین هر چیزی که در کنج دلتان هست باشه. شما در برنامه رقابتی نامزد طلو اشتراک کرده بودین، از آن دوران قصه کنین، چطور به برنامه اشتراک کردید و چقدر پیش رفتین؟ دوستا شما برنامه نامزد به یاد دارید؟ حداقل دوستایی که اشتراک کرده بود حتما به یاد دارن. بله، برنامه نامزد یکی از برنامه‌های رقابتی بود. در سال 1390 من اشتراک کردم. ما 1500 و بیش و کم افراد جوان از بخش‌های مختلف کشور امتحان دادن. ما استادا بود، ما مناظره می‌کردیم. مناظره را با اصولش که پنج حرف است یا سمارت که ما میگیم استاندارد باشه، اچیویبل باشه، اما پنج حرفه که با هم در مناظره اصول است یا سه ام که ما میگیم که به اساس از اون مناظره میکردیم که در اون ما توانستیم به 16 نفر آمدیم. 16 نفر ما باز در چهار گروه با هم تقسیم شدیم. در این چهار گروه یک نفر مناظره میکرد، دیگر نفر باز دفاع میکرد، نفر سوم در یک نوبت میششت. ما آمدیم در مرحله چهار بهترین ما آمدیم. تیم ما
تیم ما در چهار بهترین آمد. متاسفانه در چهار بهترین رای خوب مردم نگرفتیم. حتما مشکل داشتیم. یک برنامه رقابتی بود، حذف می شدیم. ما در مرحله چهارم حذف شدیم و مقام چهارم گرفتیم. مقام چهارم و مقام کم نیست. خوب مقام بود. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر. وقفه چقدر زود می آید؟ ولی ما نمی‌فهمم که چطور قدر زود می آید. حساب بسیار جالب است. وقفه دوستا، پس از دیدن وقفه دوباره می آییم. از شما هم خواهش می است جای دیگر نرخیم. خوش آمدین. یک سلام مجدد دارم به دوستایی که جدیدن همراه ما یک جا شدن، سراچه را تماشا دارن. شما طلوع را بیننده هستین، ما فرهاد را مکستم. مهمان ما همراه ما جناب فرید محمدی، گوینده خبر و برنامه های واحد سیاسی. و یک تشکری خاص میکنیم از جوس نتروسی. نتروسی 100% آب میوه طبیعی با طعم‌های مختلف و بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، مطمئنن بار بار نوش جان میکنین. نتروسی، جوس واقعی. تشکر میکنیم از شان. و جناب محمدی صاحب، اجگاهی نشده چهرهای سلبریتی، چهرهای آشنا، چهرهای مطرح بین مردم افغانستان از کسانی که الگو برداری کردن، از کسانی که در گذشته دیدند و دیدند و دیدند و بالاخره رسیدند یاد کنند. همیشه یک پرسانشان رو کردی، تیر خدا بردن. در کوچه اصلا چپ خدا زدن به خاطر که افتران پیش از اون آدم کم نبیایم. حال خودت هم یک کس را داری در ذهن؟ بله، طبعا یک کسی که بروی مطبوعات میایه از یک کس متاثر میوشن. اول باید بگم که مطبوعات و رسانه از طفلی برای من یک عشق بود. در وجودم یک چیزی خود احساس میکردم که من باید برم یک روز در این بخش کار کنم. خوشبختانه که امروز به او آرزوی خود رسیدم. من بزرگای مطبوعات افغانستان زیاد تعقیب میکردم. از او میتانم که نامهای خبرنگاران زیاد مانند سرور خیری، مانند داوود جنبش، از یاد من متاثر بودم. در داخل من که بحثای آقای سمی مهدی، یکی از بزرگای مطبوعات افغانستان، یکی از استادای مطبوعات افغانستان میشنیدم، بسیار خوشم میامد. باز بعد از او که مناظرهای آقای لطف‌الله نجفی زاده آغاز شد، آنچنانی تغییر آورد که صادقانه آرزو داشتم که یک روز بتانم امان برنامه‌ای که آقای نجفی زاده پیش می برد، مناظره، آرمان زندگیم بود که او را بتانم پیش ببرم، که متاسفانه در وجود و موجودیت خودش نتانستم به او آرزوی خود برسم. اما بعد از او که از افغانستان رفت، باز او برنامه‌ش پیش برد. آقای نجفی زاده، آقای سمی مهدی برای ما الگو بودن، الگو هستند، یکی از بزرگای مطبوعات افغانستان هستند و همیش مدیونشان هستم. امرای مزیاد همکاری کردم. قابل یادآوری است که باید از رضوان لرمل، یکی از بزرگای ما، دوستای ما و شما مشترک که در لمر است، مردم آغازین قدم های مطبوعات افغانستان در رادیو ارکوزیا سال 2014 مرا رهنمایی کرد و مرا پیش برد. اما تو بسیار دوستا بودن، مجیب عارض، حفیظ محمدی، یعنی تمام کار ما اینجا بود. جیبتان کدام لیست اگه داری بکشین که بخواهی صادقانه این مردم هم رای من کاری کرد. همگیشان دوست داشتنیستن، همشان را ما مترام داریم و هر آن کسی که از ما کرده یک چهار سبب پیشتر کار کردن و پیش کسفت هستن، قابل احترام هستن. کامل. میخوایم بدانیم چطور از برنامه ورزشی به یک بارگی آمدین به برنامه سیاسی؟ اینم تصادف که پیشتر قصه کردید که در روز اول سقوط حکایت را که خودتان داشتید، یا نه؟ نه، شما پلان قبلا هم داشتین که بخواهید بیاین به برنامه. من که سال 2014 در رادیو ارکوزیا آغاز کردم، در اونجا بعض برنامه را پیش بردم، بعد از اون مرا به بخش خبر دادن در رادیو. من تقریبا دو سال در رادیو بخش خبر پیش بردم. سپس سال 2016 بود، جام جهانی کرکت بود، من رفتم در تلویزیون المر و با همکار ما، او پشتو کومنتری میکرد، ما هم دری کومنتری میکردم. شاید بسیار مشکلات داشتم، اما از هیچ کرده به گفته بزرگای ما و شما در او وقت که خوب بود.
در او وقت یک مسئله به میان آمد که در بخش طلوع یک انتقاد وجود داشت که کرکت کم است. آقای نجفی زاده مرا گفت که دری کومنتری مرا شنیده بود، گفت بیاد چرا طلوع نیوز نمیایی؟ خوب به یادم است در کوچه طلوع نیوز روان بودیم، من گفتم که نجفی زاده صاحب میایم در کرکت اما میخوایم که یک روز در سکرین خبر بخوانم، چون آرزوی من همین بود. بله، گفت در طلوع نیوز که مردم میای شرط نمیمانه، ما که اینجا بیاییم ما گفت به هزاران مردم امید از زیره داره که یک روز در طلوع کار کنه و تو حال بر ما شرط میمانی. من برش خنده کردم، من گپ خود گفتم این یک خواهش است، ما هم امید دارم که یک روز در طلوع نیوز خبر بخونم. گفت فردا دفترم بیا. فردا رفتم دفترش، مرا گفت که در این بخش ورزش ما به یک ورزش خبرنگار نیاز داریم. گفتم شوق ما خونه جفی زاده است، با سکرین است و با خبر خواندن پشتو است. گفت اگر تانستی استعداد داشتی من وعده میتم دیگر روز جلال زای صاحب شاید بره باز به جای از اون شما را به سکرین میارم. گفتم توافق است؟ گفت از ما وعده است، او بسیار یک جوان مرد آدم است. بر من گفت که تعهد است و وعده است. اوکی، من رفتم با مدیر رادیو این مسئله را شریک کردم، پذیرفتن. گفت اوکی. انتقال شدم به نیوز، رفتم تقریبا 3 ماه ما پشت پرده کار کردم که تا هم اصول را را پیدا کنم. بعد از اون یک چیزی که هیچ وقت یادم نمیره، امیره میخوام قسام کنم، از پیش من دیگر روز جلالزهی سه مشکلشی بود، ما 4 بجهی خبر داشتیم، جلالزهی سه به خبرهای 4 نمیرسید و ما هم اینجا علاقمند بودم. هر شود می خبرها همی ساوند میخواندم تا هم صدا تمرین شود، همی ساوند میخواندم. دیگر روز حارس جمالزاده برم گفت که بیانی تسکرین بتن. تسکرین دیگه من طبق معمول بلوس در جانم بود، بلوس در جانم بود. گفتم مالی خونه میشه. هارون یکی از ادیترهای ما بود، کرتی بسیار کلانش پوشیدم در جانم بسیار، اگه دور میدارم 2-3 بار دور کرتی از او را پوشیدم، تسکرین دادم. 2 روز منتظر ماندیم، دیگر روز 4 بجه بود جمالزاده صاحب آمد، گفت الان محمدی صاحب خبر 4 بخوان، چون تسکرین و مراحل مت گذشته بود. ما گفتم که ما آماده نیستم، نه یخنقاق دارم نه دریشی دارم نه کرتی دارم. گفت بریم بالا در آرشیف میپالم یک چیز پیدا بکنم. جمال زاده صاحب یادش بخیر بالا رفتیم، یک یخنقاق پیدا کردیم که این به مو اندازه مجور نبود، اگر شور میخوردم تو که بیش باز بیش هیچ یادم لویره. کرتی هم بسیار در جانم خورد بود، اگر شور میخوردم شاید دست پشت سر میکفید. خب یک گل سرمی نکتایی 1-3-4 بار همی چید دور داد که خوب امود یک گل کته جور کرد تا امی نکتایی من اینجا را بپوشانم. دستکرین من دیگه ای از یادم رفته که من در طلوع نیوز هستم، لایف خبر میخوانم، فقط متوجه ای هستم که اگه سرم به جای شور بتونم ای خلاص نشه، نکتایی خلاص نشه و خدای نخواسته امی کرتی نکفه. در این فکر بودم، 5 دقیقه خبر بود خواندم، از خبر برآمدم، شجازکی یکی از بزرگای ما، همه همکارا در جای خود نشستن و بر من کف زدن، مرا بسیار تشویق کردن. همون روز بود که آمدم به سکرین، سال 2016 دقیق یار من. باز به اساس یک مشکل رفتم، بعد از که کرونا به افغانستان آمد من رفتم از مطبوعات 1 سال دور شدم، بعد از او تحول آمد واپس آمدم. بازم همکارا گفت بخش، گفتم دیگه بس از بخش ورزش، این بخش سیاسی را پیش میبریم. باز بعد از او مطلقا باز آمدم در بخش سیاسی. بسیار خوب، انشاءالله قصای زیاد دیگه داریم جناب محمدی صاحب. در مورد زندگی شخصی تانم میخوایم که سوالات داشته باشم، اما باز وقفه است. وقفه داریم عزیزم، پس عزیزانم تشکر از اینکه سراچه را انتخاب کردین، طلوع را میبینین. یک تشکری خاص و ویژه و اختصاصی از اپی مصرف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی جادو کنه از انرژی اپی مصرف انرژی درینک تیر نشین. تشکر. و چند سال شخصی دارم؟ چند سال دارید و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ من 31 سال دارم. نام خدا. 31 سال است. خب. بله. و یک چیزی که من تا بال نمیخوایم که روش صحبت کنم او است که زلکم ولایت سخیم، یا لکم جبی و ملیت سخیم. ز افغانیم، افغانیت را تا ویارده، پا افغانیت پندی ویارم،
هم ده کفایت کیه؟ بسیار. در افغانستانی. بسیار عالی. مکتب در کجا خواندید؟ میدانم که قصه‌ای جالب و متفاوت در مورد خواندن مکتبتان دارین. میخوام از خودتان بشنوم. خپل پلرنی ټاټوبی که به لومړنی زده کړې کړې ده، د هغه څخه وروسته کابل ته راغلی. په کابل کې حبیبیه لیسه کې مې لیسه پای ته رسولې ده. له ښوونځي څخه په ښه نمره باندې فارغ شوی یم، دریم نمره فارغ شوی یم د حبیبیه لیسې څخه. او پسې حبیبیه زموږ لپاره یو ښه زانګو ده. خوب است یعنی محمدی صاحب لایق بوده در مکتب، مثل ما نبوده که خواهش. باور کنید من بسیار تنبل بودم در مکتب، همیشه یک دو سه تا سرخک بوده پارچه من همیشه. خب یک عکس داریم دوستا از دوران خواندن مکتب، ببینید چند تصویر از جناب محمدی صاحب. عکس مکتب گرفتین؟ بله، دا مکتب عکس ده، دا مکتب اوم صنف ده، زا دریم نمره اوم په دې وخت کې ناروغم، مریضی می درلودله، نو دا د هغې وخت هغه سختې شیبې بیا رایادې کړلې. چرا جناب محمدی صاحب مکتبتان صنف نه سقف نداشت؟ بله، د همکارانو سره یو بل انځور هم کیدای سی وي، موږ په ځنګل کې زده کړې کولې. بیارید همکاران تصویره، یک تصویر که در جریان درس خواندن از جناب محمدی صاحب. جالب است، چقدر واسه یک منظره طبیعی مقبول خوبش. دا انظور زپش پشم طولگی که وم هیچ کلمی نی ریجه، مش خونزه ای ندر دودا. مش تقریبا مش یو ساعت و لس دقیقه در پشو مزل که پیاده می رفتیم، یک ساعت بیشتر از یک ساعت ما می رفتیم. ما مکتب نداشتیم، زیر آسمان کبوت باید بگویم در یک جنگل درس می خواندیم. پهلوی ما که استاد است، کاکایم و همچنان استادم دکتر لاجمیر مسعود است که در سرنوشت و در تغییر مسیر زندگی ممو رول بسیار مهم داشته. بسیار عالی. استاد که بوده چما بوده؟ بله. درست که استاد که بوده مستو درست تشریح میکرد. بله. چقدر خوب معلوم میشه که شاگرد لایق بوده این نگاه. کوشش میکردم از حمایت پدر قهرمانم، مادر عزیزم و برادرایم و همچنان کاکاهایم، بچه های کاکاهایم بود که امرای ما بسیار زحمت میکشید. پدرم، من میگم که قهرمان زندگی ما است. پدرم کسی است که اگه امروز فرید محمدی شده از برکت حمایت پدر و مادر بوده. همینجا یادم میاد همین تصویر را که شما دیدین، این تصویر یک تصویر زندگی غربت است، اما پدر نگذاشت او بالای ما تاثیر کنه، شب و روز بالای خود یکی کرد تا ما را به اینجا و تحصیل سر ما به پایان برسانه. بسیار عالی. شما در یکی از ولایت برشته ژورنالیسم کامیاب شدید اما نخواندید، خلاف رشته آل انجینری در کابل در یکی از پانتونهای خصوصی خواندید، دوباره آمدین در رشته که نخواندید ژورنالیسم و یک ژورنالیست شدید. دلیلش چیست؟ چرا؟ بسیار یک مسئله بسیار خوبش شما متوجه شدین و یک سوال بسیار جالب بود. من چنان شما گفتین کامیاب شدم، متاسفانه ما در فامیل دیگه کس نبود که در خانه باشه. پدر مسافر، برادر بزرگم در پنتون، برادر دیگرم در پنتون. پدرم گفت که اگر تو بری در خانه کی میمانه؟ و دیگه یک چیز دیگرم باید صادقانه اعتراف کنم، یک اعتراف تلخ. اوی است که در او زمان پاقه وقت که در انجینری ولولا، دکتری ولولا و در یو عرف گرزیده لگو. یو په وطنی و په کلو باندو کې دا مسله یو عرف ګرځېدلی و، د پلانی زوی ډاکټر دی، د پلانی زوی انجینر دی. پر همغه اساس باندې زه هم لاړم د انجینرۍ پر لور باندې. زه دریم نمره وم په انجینري پوهنځي کې. ما ډېر په ریاضیاتو کې زما ذهن ډېر زر خلاصېده، خوشبختانه باید ووایم. زه چې شپږم سمستر ته ولاړم، د پوهنتون د محصلینو رئیس راته وویل، حاجي نسیم بسام صاحب، د بسام صاحب څخه هم منندویم، وایي فرید جان، وایي ولا نه قوارد به انجینر میمانه، نه می حرکاتت به انجینر میمانه و نه انجینر میشی.
بیاد یک پنزه دیگه تبدیلت کنه مامور بخوان. من گفتم که با تمام احترام، با تمام احترام تکرار میکنم، با تمام احترام به بزرگای مطبوعات و کسایی که 4 سال زحمت کشیده در ژورنالیسم، من برش یک هنر میگم. من ژورنالیسم یک هنر میگم، در پهلوی مسلک یک هنر است. من برای بسام صاحب گفتم که آجی صاحب ژورنالیسم یو هنر ده و زه باورمندیم، زما پالا باندې توکل دی چې زه به ورسیږم. ما ویل ته به یو ورځ په کور کې ناست وي، زه به خبرونه وایم په طولو نیوز کې. اگر راته وایي چې که دا دې وکړل هیڅ وخت مې نه هېریږي، وایي که دا دې وکړل دغه د مونوګراف دفاع به دې نه درنه اخلم. ما ویل سمه ده، همداسې وسول طولو نیوز کې مې خبر وی، زه م ورغلم دمرانه په خپله ژمنه باور راسره عملي کړله او د مونوګراف دفاع په ما باندې ونه کړله. چقدر خوب کار بسیار عالی کردین، موفق باشید. شما در حال حاضر انجینیر سوم هستید؟ متاسفانه ولال یک دیوال هم حساب کرده نمیتونم که چند خشت میبره، چون 12 سال دور بودیم نمیفهمم و در بخشش عملی کار نکردیم. خیبیا که یک وقفه میگیریم بخش پایانی برنامه را همچنان باشین، 7 دقیقه دیگه منتظر ما باشین، یعنی 7 دقیقه دیگه قصه‌های جالب دیگه هم داریم دوستان. وقفه. خوش آمدین بخش پایانی برنامه و یک تشکری از نتروسی. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمده. مطمئناً یک بار امتحان کنید، بار بار نوش جان میکنید. نتروسی جوس واقعی. تشکر میکنیم ازشان. و محمدی صاحب، شما زندگی روستایی را تجربه کردید، از داس و درو قصه کنید. والا درو بلد هستم، در درو گندم و رشقه یک مهارت داشتم، میتونستم بسیار خوب درو کنم. از کوب تا آوردیم طبق معمول، ما و زکی میگیم، با رسپانم بوتا بسته میشه، با سرشانه آورده میشه، از کوههای بسیار بلند از بین سنگا، باز اونجا بوتای کلان کلان میبود، او رو با دست میکشیدیم باز میآوردیم خانه. کار مشکلی که در روستاها و قریه ها بوده و جوان ها بیشتر تنبلی میکردن و کار را نمیخواستن انجام بدن، تیر خود میآوردن، چی بود؟ والا بوتا آوردن از کوه بسیار سخت بود، چون باید وقتی میرفتی دور میرفتی تا که باز واپس می آمدی بسیار نوخت می شد و بسیار، اما بوته زدن باز بسیار سخت بود. تفاوت یک زندگی روستایی تا شهری را خودت منعیس یک جوان در چی می بینی؟ در زندگی روستا و قریه یک صمیمیتی وجود داره، تو با هر کس شناخته هستی، اما در شهر نیستی، با هر کس نیستی. ایدای قریه چقدر خوب شد که میخوانی هر کس تر قصد میزنی؟ اینه میرم میخوانی که یکی از امی اید ما دمو قوم ما، دمو بخش و چی ما عرید ما که میرفتیم چای صبح به مسجد میبردیم، در سهار چای به طول و یودای پا جماعت که چکا، بیا به دیگه چخو رست زوانان و نقشه وشتل از غلول اتن در دیه ترچنگ والیبال، فوتبال، کریکت لوبی به کولی، او بیا په غرمه او بیګا باندې ډلی ډلی تقسیمې دلو، بیا په ټولو کورونو باندې ګرځېدلو، دا زموږ د کلی رواج دی. بسیار خوب. د موارد شما 2 نفر از چهرهای مطرح افغانستان، یکی در رشته ورزش و یکی هم در رشته مطبوعات رسانه نظریات داشتن، جناب رحمان گربز قصایی داره، بیاین بشنویم. مننه کارم، ببینیم. فرید الله محمدی یو دغه شانت ځوان دی چې ټول عمر دی سپورتس په باره کې او د هیوادوالو د تکلیفونو په باره کې غږ اوچت کړی دی. کلم چې په هیوادوالو باندې سخته ورځې د خپل غږ تر هر چا رسولی دی، نو ستا د تکلیفونو او زحمتونو څخه ډیره زیاته مننه. الله دې دغه شانت تل کامیابه لره او خوشحاله اوسي. فرید الله محمدی مجری و گوینده جوان تلویزیونی افغانستان که طی سالهای گذشته بخصوص با تحولی که در افغانستان رونما گردید، با تلاشهای شباروزی خود تانست بیشتر بدرخشه
و بیشتر موفقیت برای جامعه رسانه افغانستان بیاره. بله دیده رحمان الله گربز د افغانستان د کرکټ او د نړۍ د کرکټ اتل ستوری دی، پای پی ایل کې ډیر ښه روان دی. قلبن ترې مننه کوم گربز صاحب، ډیره مننه. خدای دې راته لره له نظر څخه دی. حجت الله مجددی صاحب د افغانستان د رسنیو د سختو ورځو مشر زه ورته وایم، هغه افغانستان رسنیو سره په سختو ورځو کې ډېره مرسته کړې ده. کوریا باد ژوندی دی وي، له نیک نظر څخه یې نړۍ مننه. بخیر باشین، زنده باشین. علاقمند هستین از زندگی شخصیتان قصه کنین که آیا ازدواج کردید نکردید؟ مهربانی زه په دې کې مشکل دارم. بفرمایید. خیر، ما وعده کړی ده، الحمدلله څلور اولاد لرم. یو شی دی چې زموږ په قوم کې خلک په کم عمر کې واده کوي. زه څلور اولاد لرم، دوه لورګانې، دوه زامن، محمد او عمر می زامن دي، آلیا او دینا می لورګانې دي. او پسې محمد او دینا زده کړې کوي، ښوونځی وایي. آلیا او عمر تر اوسه پورې کوچني دي. انشالله 5 سال یا 6 سال یا 10 سال بعد دخترتان را در افغانستان چیگونه میبینیم؟ هیله ده، همدغه یو مسئله ده. دیو افغان په حیث بنده زه هیله لرم، زه امید لرم چه دینه یو ورځ په افغانستان که ډاکټر سی. زه هیله لرم چالیا یو ورځ په افغانستان که معلم سی. تر څو پورې زموږ پر کلی کې، زموږ پر ولایت کې، او زموږ پر افغانستان کې، په ګل وطن کې، د هغو کړېدلو ځورېدلو میرمنو تبابت او هغوی ته زده کړې ورکړي چې له زده کړو څخه د الهي حکم څخه تر اوسه پورې لرې پاتې دي او هغوی ته زده کړې ورکړي. دا مې هیله ده، دا امید ده، دا ارزو ده چې آلیا او دینه یوه ورځ وکولی سي د دې کړېدلي ولس ته د تبابت او ښوونې په برخه کې خدمت وکړي. افغانستان تنها به تبابت و معلم نیاز نداره، در بخش های دیگه هم نیاز داره. په ټولو برخو کې دا زما هیله ده چې زما لورګانې په دې دوه برخو کې کار وکړي. نه، ما هدف ما میخواستم امرایتون شریک کنم. اگر آلیا جان بتانن یه خبرنگار شوه، نظرتان چیست؟ دا اوسم امیال هم ما که یگان وقت خانه میرم، ما آلیا برم استاد میشه، باز میگه زه فرید الله محمدیم. هر آن چیزی که آنها توقعش داشته باشن و خودشان بخواه در اونمو بخش باید تحصیلات کنه. اما امید ما به صفت یک پدر، چون ما در این دو بخش بسیار با مشکل روبرو هستیم، در دهات، در قریجات و در مناطق دوردست، در بخش تبابت ما بسیار با مشکل روبرو هستیم، در بخش درس و تعلیم ما متاسفانه امین دلیل است که همشره های عزیز ما از درس دور ماندن. انشاءالله که هیچ بی سواد از این به بعد در افغانستان نداشته باشه، مشخصا بخیر. انشاءالله که مکاتب درش بر روی دختران افغان باز شوه و دانشگاه ها همچنان، تا بتانن خواهران ما دختران افغانستان بخیر به تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن. ای آرزوی تمام ما افغان ها است. تشکر جناب محمدی صاحب، بسیار برنامه خوش گذشت. قربانتان. ساعت ما دیر شد. بسیار بر من صادقانه این وقفه میگرفتین، ایران بود چطور زود پوره شد. من یک چیزی را جا دارد که یک تشکری کنم اگر اجازه تان باشد. از پدرم، مادرم، برادرایم، کاکاهایم، خانمم که مرا در عرصه مطبوعات همکاری کرده. خوشبختانه خانم ما با سواد است و امید دارم که بتانه دخترای ما هم به پا به مرایش قدم بانه و به پیش بره. مادر قهرمان دوست دارم، پدر قهرمان دوست دارم و انشالله که بتانیم حق شما رو برجا کنیم. بخیر باشین، تشکر از اینکه به برنامه آمدین، سپاسگزارتان هستیم. بخیر باشین. بخیر باشین. تشکر از شما وطندارایم که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعدی که بازم من فرهاد رامکی حضورتان میایم، همتان به خداوند مسپارم. همیشه خوشی ها، خوبی ها، مهربانی ها از آن شما باشه. بدرود.